درود دوستان عزیزم، به کانال خودتون خوش آمدید. لطفاً با سابسکرایب و زدن زنگوله و اشتراک گذاری ویدیوها، همچنین نوشتن حتی یک اوکی از ما حمایت کنید. سپاس. 43 سال پیش در چنین روزهایی، اردیبهشت ماه 1358 با دستور روح الله خمینی نطفه نهادی شکل گرفت که امروز بعد از بیش از 4 دهه یک کتاز حکم فرمایی بر ایرانه. امپراتوری نظامی، سکاندار سرکوب، مالک انحصاری مهمترین بخش‌های اقتصاد کلان و فراتر از مرزهای ایران، ابزار نظام در پیشبرد اهداف منطقه‌ای و جنگ‌های نیابتی، بله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. به نظر شما خروج و یا ماندن سپاه در لیست تروریستی تأثیری در برجام داره؟ اول باید دید برجام قبلی چه دستمایه‌ای برای مردم داشته. جواب هیچ. حالا چه فرقی داره که سپاه تروریست باشه یا نباشه؟ چون اساساً این رژیم با کشتار سر پا مونده، البته با کمک قدرت‌های شرق و غرب. فرقی نداره در ایران آدم باشی، پلنگ باشی، درخت باشی، پرنده مهاجر باشی یا غیره. تو هر موجود زندهی که باشی، جز آخوند، اگر تو ایران زندگی میکنی، باید برای بقا بجنگی. میگوین چرا سپاه پایگاه اسرائیل رو میکوبد و میگوید ما کوبیدیم، باید سپاه به پادگان بره. این افتخار سپاه پاسداران است که به دشمن بگوید ما کوبیدیم و اگر دست از پا خطا کنید سیلی محکمتری میخورید و چه بسا کار به جایی برسه که تلاویو و حیفای شما با خاک یکسان بشه. قطعاً سپاه باید از لیست تحریم ها خارج بشه. اگر کسی هم نوا با آمریکا با اسرائیل بگوید سپاه از لیست تحریم ها نباید خارج بشه، این سخن ضد ملی و همسویی با اجانب است. این قصه آزادی بیان نیست. مسئولان محترم برخورد کنند. جبهه انقلاب عمری با عربده‌های حیدر حیدر از ساده زیستی رهبران فاسدشون دروغ بافتن. سیسمونی قالیباف عمله‌های سایبری سپاه رو چنان دچار شکست عاطفی کرده که حالا چون خری در گل گرفتار اومدن و نمیدونن مالشون رو کجای این چهره سرتاپا لجن نظام بمالن. در همین رابطه محمود عباس‌زاده سخنگوی کمیسیون امنیت ملی میگه ما با کشورهای منطقه به نوعی کار میکنیم و در زمینه گرفتن مطالباتمون برخی از کشورهای همسایه رایزنی و وساطت میکنن. مهم این بود که پولهای مسدود شده از کشور مبدا آزاد بشه. بعید میدونم در مراحل بعدی به ویژه با همسایه ها با مشکلی مواجه بشیم. و این در حالیه که خبرگزاری فارس مدعی شد رئیسی همه پول رو بین مردم توزیع کرده و تمام شده. من قانع نشدم. بفرستید سهم. نه خیر، اصلا این مباحث، ببین این مباحثی که ایشون توییتر، این خودش اصلا یه فرد توییتریه، یعنی فقط هم مقامش نیست که تو توییتر و اینستاگرام و نمیدونم اینا چیکار بکنه. اصلا کاری به وزارتخونه نداره، یعنی وزارتخونه الان رو هوا داره میچرخه. حقیقتا من فرمایشاتشو هیچ کدومشو قبول ندارم. اون مواردی هم که میفرمان من اسامیشون رو خدمتشون ارائه میدم. اون مواردم اسامی خدمت. ببینید بعضیاشون اصلا سابقه استخدامی یه روز هم ندارن. یه روز. آیا فقط همینا تو ایران استخدام نشده بودند و جا نداشتن تو ادارات و وزارتخونه ها؟ فقط صدها و دهها دکترا هستن با رزومه خیلی عالی، نمیتونن استخدام بشن، جایی کار ندارن. چرا رفقای ایشون، چرا سهمیه هایی که به ایشون یعنی وادار کردن که باید این رو بیاری اینجا بگذاری بدون یک روز کار در دولت اینا بیان مدیر بشن، اونم در حد مدیر کل و در حد معاون وزارتخونه؟ به نظر من این. و اما افشای اسناد پاداشت‌های عجیب و غریب عزیزی خادم به مشاوران رسانه‌ای.
مشاوران رسانه‌ای رئیس فدراسیون فوتبال تنها در 3 سفر خارجی مبالغ هنگفتی را به عنوان پاداش و تنخواه دریافت کردند که در نوع خودش جالب توجهه. بر اساس اسناد حسابرسی شده، علی عالی مشاور و دستیار رئیس، حسین شریفی مدیر روابط عمومی، حسین قهار خبرنگار و کارمند روابط عمومی و سعید زارعیان عکاس و کارمند روابط عمومی بدون دریافت مجوز شورای برون مرزی و به صورت غیر قانونی تیم ملی را در سفر به کشورهای بحرین، اردن، لبنان و امارات همراهی کردند و علاوه بر هزینه‌های اقامتی به ترتیب 85، 150، 131 و 146 میلیون تومان پاداش دریافت کردند. و اما طبق اعلام دادگستری رام هرمز، عادل کلاهکج، بازیکن سابق فوتبال به همراه برادر همسر، پدر همسر و خواهر همسرش شبکه کلاهبرداری تشکیل دادند. تعداد شکایت‌های پرونده به خصوص بعد از انتشار تصاویر متهمین به مرور در حال افزایشه و این در حالیه که میزان گردش حساب‌های متهمین مرتبط با پرونده بیش از 200 میلیارد تومان برآورد شده. وقتی نه آقا میبینی وقت هیچ وقتی اگر این اسامی که من میگم اینا الان تو ستاد حدودا خدمتتون عرض کنم نه تو ستاد الان ایشون افرادی که منصوب کرده 34 نفر افرادی هم که هیچ ارتباطی و وزارت خونه نداشتن تو ستاد فقط اینها حالا جدای از هیئت مدیره چون 1500 فقط عضو هیئت مدیرهشون میتونه در 60 بگذاره اینا افرادی هستند که واقعا با رانت دارن اینجا میان من حقیقتا قانع نمیشم بله اگر قانون رعایت شده و از اختیارات وزارتی استفاده شده آیا دارم من شما همکار دیدیم من خیلی سریع میگم ما الان بخواییم برای نیم قرن آینده کادرسازی نمونه کی باید بکنیم؟ رژیم اسلامی معتقده که بایدن یک احمق پخمه است که هیچ خطری برای اونها به شمار نمیره و دولت وی تهدیدهای توخالی و پوچی رو مطرح میکنه که ارزش جدی گرفتن نداره و به راحتی میتوان اونها رو نادیده گرفت. در ماهای گذشته هر هفته شنیدیم که هفته آینده در وین تعیین کننده خواهد بود اما در عمل هیچ اتفاقی نیفتاد. آخوندها به این نتیجه رسیدن که جو بایدن بار دیگه انتخاب نخواهد شد و بنابراین برای اونها چشم‌پوشی از اورانیوم غنی شده خودشون در ازای 3 سال افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی چندان منطقی نیست. اما غربی‌ها که در خیالات خودشون سعی دارن ملاها رو با خروس قندی بخرن باید مراقب باشن که ملاها فریبکارتر و روباه‌تر از این حرفا هستن. آقای گودرزی من میگم فرض کن خود حضرت عالی ببین من سوال من اینه حضرت عالی در تامین اجتماعی کار میکرده 27 سال کار کرده 27 سال این که اینا افراد فاسد بودن ما برکنار کردیم این که واقعا یه ظلمیه به همه که همه فاسد بودن برکنار شدن نه اجازه بدین من عرضم تمام بشه 25 سال کار کرده از پله اول اومدی رسیدی به جایی که الان باید بهت پست بدن دست پاک بودی مدیر انقلابی بودی مدیر نمیدونم توانمند بودی الان از بیرون یه نفر رو بیارم بذارم بالا سرت این مدیر پروری نیست بفرمایید بزرگوار مثلا شما ببینید ما همه ما مجلس دولت چون ضعفای ما ممکن ضعفای همه وزرای دولت نیست اما در چارچوب شرع وظایف در گام دوم انقلاب که من شما همه مکلف میکنم که بکنیم واقعا نیست یه ملاحظه دو هفته میخواد من میدونم آخه من ملاحظه ها که چی بشه نه آقای کارنامی من شما را دوست دارم منم ارادت دارم اما میگم 2 هفته مقاد اینا رو برکنار کنه 2 هفته مقاد اینا رو چیکار کنه در همین رابطه واشنگتن پست نوشته بایدن برعکس اوباما باید بگذاره که جمهوری اسلامی زیر بار بیکفایتی خودش فرو بپاشه
و مانع ایرانیان برای رسیدن به دموکراسی نشه. مایکل روبین، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در مقاله می‌نویسه که در دوران پهلوی مردم ایران زندگی متفاوتی داشتند. گروه‌های موسیقی راک برای اجرای کنسرت در ایران با هم رقابت می‌کردند و نوجوانان و خانواده‌ها به سواحل دریای کاسپیان می‌رفتند و فیلم‌های پرفروش هالیوودی و ایرانی در سینماهای تهران روی پرده‌ها بود. اما انقلاب که شد، وضعیت تغییر کرد. هسته اصلی مخالفت روح الله خمینی علیه نظام شاهنشاهی کمتر مربوط به آزادی بود، بلکه بیشتر مخالفت با برنامه‌های اجتماعی و لیبرال شاه بود. خمینی با دو تلاش عمده شاه مخالف بود. اول، برابری همه ایرانیان در برابر قانون و پیشبرد برابری حقوقی زنان. دوم، خمینی وعده آزادی داد، اما فقط حرف بود، برای منحرف کردن اذهان که دیدگاه مذهبی او تهدیدی برای غرب نیست. در آمریکا مورخانی رو مأمور کردند تا با داستان سرایی تشریح و اثبات کنند که انقلاب اسلامی در ایران نه یک ناهنجاری، بلکه مسیر طبیعی تکامل سیاسی ایران بوده. باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا، به انقلاب اسلامی در شرایطی که با بحران موجودیت روبرو بود مشروعیت بخشید، در حالی که امروز دولت بایدن میخواد شکست رو از زیر دندان پیروزی بیرون بکشه. در واقع بایدن به جای اینکه اجازه بده انقلاب اسلامی زیر بار بیکفایتی خودش فرو بپاشه، به بقای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و علی خامنه ای کمک میکنه. هیچ ملاحظه‌ای وجود نداره. نه به نسبت وزیرا ملاحظه‌ای وجود داره. حداقل من اسپانی که تقریبا بیش از من خودم بزرگکاری هم آرمان بزرگکارم بالاخره در صورت بیش از حداقل 10 سال من کار کردم دکتر آیکارنوی. ببینید، سوال فرق سوال من با آقای محمودزاده تفاوتش اینه که اون میگه چرا اینو برداشتید باید ظرف یک هفته بگذارید تا من اصلا هم چه حرفی ندارم. من میگم آقا از توانمندی نیروهای انقلابی وزارتخونه استفاده نشده، افرادی رو از بیرون وزارتخونه با هیچ سابقه کاری آوردن. اگر ظرف دو هفته اینا رو برمی‌دارن و افرادی از وزارتخونه می‌گذارن، این قابل بحثه. اما اصلا همچی بحثی نی. ایشون افتخار میکنه که از بیرون آورده، افتخار میکنه که کارکنان وزارتخونه رو براشون ارزشی قائل نبوده. دلیلش هم اینه، میگم خودشا هنوزم اینجا را با مسابقه میدونا اشتباه گرفته. اینجا سه تا وزارتخونه است، داوری مسابقه میدون که نیست. اینجا سه تا وزارتخونه بزرگه. بابا اشتباه گرفتی. به خدا من اون روز که گفتم چون حیف بود تو با این جوونی حالا تحصیل کرده بیای وزیر بشی، با یه روز سابقه کاری هم نداشتی، حیف بود. الان هم داری ثابت میکنی که اون روز اگه من یه غلطی کردم، اگه گفتم اشتباه میکنی، معلوم شد که اشتباه بود وزارتخونه. فرق جرم سیاسی و جرم عادی. میگن فردی از کنار مسجد رد میشده که متوجه میشه یک فرد در داخل شبستان مسجد در حال خالی کردن صندوق نزورات مردمه و فرشا رو جمع میکنه. فرد عابر که فهمید آن شخص دزده، با صدای بلند فریاد زد آی توف به شرفت، از خانه خدا دزدی میکنی؟ شخص دزد با حرارت پاسخ داد بی شرف تویی که در خانه خدا توف میندازی، بذار کارم تمام بشه میام حالیت میکنم. اهانت به مقدسات چقدر زشته. الان داری اشتباه، تمام مسیر داری اشتباه میری، به توهین میکنی به مردم، توهین میکنی به مردم وقتی میگی من مسئول اشتغال نیستم. شما چه بزرگی، شما چه دنیا دیده هستی. من خدمت رو از دلالگانی الان 6 سال خدمت ایشونه، همیشه هم خودش میدونه ما انجام وزیفی کردن به راجبا. یه نکته میخوام بگم، چون اینا فرصتی برای مفاهمه پیش نمیاد، اتفاقا این سوال بستری بده که حرفا بین ما گفتگو بشه و دیاره. ببین آجا آیلانی، من یه فرموندار برام فرستادم برای بنده که من برای شهر منظورم. خب ایشون
فرزند شهیدیه که سابقه ای هم ندارد. رو کوپوسکن میگم سابقه ندارد، از شهر دیگه هم فرستادن برای بروجیه، در حالی که بنده 10 تا آدم توانمند انقلابی هم ممکنه تو ذهنم ریستم. خب اینو فرستادن، وظیفه من چیه؟ من پیغام دادم، والله العظیم نه اومده با من جلسه گذاشته، نه اومده منو ببینه، اونم یه استانداری آدم انقلاب رو کره زمین برده بده ابن. حالا من پیغام دادم گفتم آقای عزیز من دوست دارم تو استعداد استاندار شدن پیدا کنی، تو در آینده بشی وزیر. آقای لاریگانی شما استاد بنده هستید برادر، هیچی هم نخواستم، هیچی هم از شما نمیخوام، یعنی که عرض میکنم من در جدی شما، شما هم چیکار مقابل هم نیستید کنار هم. آقای لاریگانی بین و بین الان از دولت قبل رو فکر نگاه بکن، لیست نکردن چقدر تو هیئت مدیراشون از آدماشون از ستاداشون جمع کردن. اگه آدم‌ها آدم‌های خوبی هستن کمک کنیم روش کنن، این نداره. ما در آینده به خدا فقر نیروانسانی کارمند زیاد بریم، خدا می‌دونه. اگه خوبن کمک کنیم. اگه آقای عبدالملکی ببخشید جلو رو میگم، اگه ایشون که کامل نیست، منم میرفتم اونجا، الان دولت 50000 میلیارد در سال، ببخشید 50 بعد 50000 میلیارد حقوق میده. بله 50000 میلیارد. بعد خود وزارت کار به تنهایی 30000 میلیارد تومان، خود وزارت کار به تنهایی اینو باید تامین بکنه. از کجا خدا وکیل؟ یعنی حجم کار خیلی بینی و بین الان من شاهدش من ولی کار ببرم سن خیلی ممنون به خدا ایبر بودی. آره من خواهشم از آقای لاریگانی، آره نه من تو آخه میگم دو هفته وقت بدم که چی بشه. من نمیخوام با ایشون جلسه بگذارم، یعنی تو طول وزارتش، تو طول وزارتش قول میدم تو وزارت خونش نرم، کاری باش ندارم اصلا، با کاری باش ندارم، تو طول وزارتش تو وزارت خونش نمیرم. نه من قبول ندارم، قبول ندارم، بگذارید بره، بگذارید بفرستید کمیسیون. شما چه بزرگی ساداتی، بفرستید مجلس، بفرستید صحن، تو صحنشون بیاد همین استدلالایی که داره اونجا بگه، هرچی رأی صحنه علنی بود من میپذیرم، رأی صحنه علنی هم مثل شما که الان حرفاشو قبول کردن اونا قبول میکنن، اونا قبول میکنن. من نمیگم تو طول 2.5 سال دیگه از نمایندگی مونده، نه درخواست ملاقات کردم، نه میخواستم برم تو وزارت، نه کاری باش دارم، هیچ کاری ندارم، اما چون ظلم شده سوالات دیگری هم دارم. من از الان به بعد بهش میگم تا اونجایی که نفس دارم چون داره خلاف میکنه مقابلش وای میسم، چون داره. سه تا سوال دیگه هم دارم، سه تا سوال دیگه هم دارم، الان نمیدونم چه دستور نگذاشتین، سه تا سوال دیگه هم دارم و حتما تا پای جونم وای میسم. من صفر مخالفشم، صفر، هیچ دو هفته ای هم وقت نمیخوام بدم. نه نه امکان نداره، حل نمیشه. ها نه خیر، نه خواهش از آقا یه تعاملی بکن، نه فایده نداره. در همین رابطه مردم ساده لو چه کسانی هستن؟ کسانی که به ادعای امام زمان بودن این مردک میخندن و مسخرش میکنن، اما به ادعای خامنه ای و مریدانش که او رو نائب امام زمان امام خامنه ای مینامن نخندیدن و حتی هستن کسانی که این یاوه‌گویی رو باور دارن. از همه اینها بیخردتر کسانی هستند که فکر میکنن مهدی نامی از 1000 سال پیش میاد و کاری که تمام خاندانش نتونستن درست انجام بدن رو به سرانجام میرسونه. بنده امام زمان مهدی موعود بقیت الله العظم هستم. جان کلام این که نجات دهنده در آینه است. برای نان از کف رو بوده شده، برای دستمزدی که پرداخت نمیشه، برای آب سالمی که از تو دریغ میشه، برای هوای پاکی که از تو سلب میشه، برای یک مسکن امن و یک زندگی راحت، برای آنچه میتونستی باشی ولی صاحبان قدرت نمیذارن و هر آنچه که از آن توست ولی طبقه حاکم از تو رو بوده، باید جنگید. برای آزادی که در حبسه و عدالتی که فقط در حرفه، به خاطر فقر و اسارتی که بر تو تحمیل شده و رویاهایی که مجبور شدی دفن کنی، برای هر آنچه که باید به مساوات تقسیم بشه، برای هوای تازه، برای شکوفایی و کامیابی، برای نشاط زندگی، برای شکست دشمنات، برای پیروزی، باید جنگید تا بی نهایت. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.